به نام خدا. جلسه 11 از درس محاسبات عددی در خدمت شما هستیم. این فصل رو، این جلسه رو با شروع فصل 4 مشتقگیری و انتگرالگیری عددی میخواییم شروع بکنیم. خب مباحثش به بحثایی که ما توی جلسه قبل، خصوصا فصل قبل صحبت کردیم خیلی مرتبطه. بگه این که ما این سری نقاط داریم و میخواییم مشتق این تغییرات این نقاط رو حساب کنیم. خب اولین راهی که به ذهن میرسه اینه که ما بیاییم یه چند جمله ای با هم روش قبلی، مخصوصا با روش قبلی، بیایم در واقع از این نقاط عبور بدیم، بعد بیایم تو اون نقاط چیکار کنیم، مشتق گیری انجام بدیم. ولی کلا مشتق گیری، پس اولین قسمت من اول میرم سراغ بحث مشتق گیری. بچه مشتق گیری یه سری در واقع حساسیت هایی که داره خیلی زیاده. از این نظر که ببینیم شما فرض کنید این نقاط رو داشتیم و اومدیم این منحنی پی ایکس رو که در واقع از قبل داشتیم اومدیم روی این اعمال کردی. حالا این ادامهش که برای من اهمیتی نداره. حالا شما وقتی میخوای بیای تو این نقاط مشتق بگیری، خب درسته این در واقع پی ایکس ما، این که چه شما چه چند جمله از این عبور داده باشین اهمیت داره، ولی کلا مشتق گیری به دلیلی که به این نقاط خیلی وابسته است. مثال دارم میگم، مثلا شما میخوای مشتق این نقطه رو تو این نقطه بگیری، خب میتونی بیا اختلاف دو تا نقطه‌ای که داری و از فاصله تقسیم کنیم به فاصله و شیب این خط تو اینجا به دست بیاد. خب میبینید خیلی به نقاط این طرف اون طرفش وابسته است. از این نظر کلا مشتقگیری خطاش کلا زیاده. اینه که توی بحث مشتقگیری باید خیلی مواظب باشه، بعضی وقتا واگرا میشه خاطر نقاطی که هست، ممکنه که اصلا واگرا باشه و عددهای خیلی بزرگی به ما بده. ولی خب در کل یکی از روشاییه که ما توی مهندسی مکانیک مخصوصا توی یه سری از نمودارهایی که از آزمایشا به دست میاریم خیلی زیاد چیکار میکنیم، استفاده میکنیم. خب کجا خیلی استفاده میکنیم؟ مثلا توی آزمایشگاه مقاومت، من اگر منحنی تنش کرنشم رو داشته باشم به این شکل، من اگر منحنی تنش کرنش رو داشته باشم به این شکل، ما میایم با منحنی تنش کرنش رو با یه سری نقاط دیگه اینا همش، خب حالا با دستگاه ها اگر آشنا باشین، یه سری نقاط تو هر لحظه، مثلا میگم تو هر ثانیه 5 تا دیتا میگیره این منحنی تنش کرنش و این منحنی که ما میخوایم برای ما چیکار میکنه، ترسیم میکنه مثلا به این شکل. خب ما میدونیم که اگه بخوایم مدول ماده رو پیدا کنیم، ما میدونیم که اگه مدول ماده رو بخوایم پیدا کنیم، بعد بیایم شیب اینجا رو چیکار کنیم، حساب کنیم. البته به شرطی که این تست با دستگاه دقیق اکستنسیومتری انجام میشه، شیب اینجا به ما مدول رو میده. پس بنابراین ما نیاز داریم که ببینیم که شیب در واقع منحنی من اینجا چقدر، که معمولا میان 10% اول حذف میکنن و حالا اینکه رو کدوم یک از اینا ما بخوایم در واقع شیب بگیریم، میایم این شیب رو حساب میکنیم که در واقع میشه چی، مدول ما دیگه. یعنی ما مدول ماده رو به طریق آزمایشگاهی به این شکل حساب میکنیم. بنابراین یکی از کاربردهایی که ما از مشتق گیری داریم، میگم کاربردهای خیلی زیادی داره، این حالا یکیش بود. پس این کاربردیه که من برای در واقع بحث آزمایشگاهی گفتم. میگم کاربردهای زیادی حالا تو تستای مختلف شما میتونید داشته باشید. خب حالا ببینیم که این کار رو چجوری انجام بدیم. پس دو تا نکته شد، مشتق گیری، یکی که یه مقدار به نقاط خیلی حساسه، باید حواسمون باشه. دومی این که کاربردهایی که توی آزمایشگاه ما ازش داشت داریم. خب یکی از روشایی که حالا به ذهن میرسه با توجه به اطلاعاتی که ما جلسه قبل داریم اینه که بیاین از همین روش این چند جمله پی ایکسی که ما اینجا داریم بیاین ازش چیکار کنیم، مشتق بگیریم. البته چون بر حسب اس اول باید بیام نسبت به ایکس بگیریم، بعد بیام نسبت به
اس اینو ما درستش کنیم. خب من اگه دوباره همین چند جمله برای شما بنویسم، یعنی الان بحث اینه که ما این چند جمله اول عبور میدم، بعد میام ازش مشتق میگیرم و اون چیزی که میخوام رو حساب میکنم. حالا به خاطری که روند یه مقداری ساده تر بشه، پس ما داریم پی ایکس شد تپون فرمول اف آی اس دلتا اف آی به اضافه اس در اس من های یک تقسیم بر دو فاکتوریل در دلتا دو اف آی به اضافه اس در اس من های یک در اس من های دو سه فاکتوریل دلتا سه اف آی به اضافه اون عبارت آخرش به صورت کلی کایا این که ایکس برابر با ایکس آی به اضافه اس اچ. خب من اگر بیام مشتق حساب کنم اف پریم ایکس رو حساب کنم، میتونم بگم که میشه دی اف ایکس به دی ایکس که این تقریبا این مشتق اون تابعی که وجود داره، یعنی ما نمیدونیم چیه، ما آمدیم ما پی ایکس در واقع چیکارش کردیم تقریبش داریم. پس فرض فکر میکنیم که این باید با دی پی به دی ایکس برابر بشه و قاعدتا من اینجا چون که تابم بر حسب پی من بر حسب اس، من اول باید بیا بگم بگم دی پی به دی اس در دی اس به دی ایکس به چه شکلی هستش. خب طبق این رابطه ای که اینجا داریم، طبق این رابطه ای که اینجا ما داریم دی اس به دی ایکس میشه یک بر اچ. پس این اینجا میتونه جایگذاری بشه و دی پی به دی اس از این هم نسبت به اسم مشتق بگیرم، از این عبارت از این و کلا به این عبارت. اگه این کار رو انجام بدیم و بنویسیم و همه شون هم ضرب در یک اچون میکنیم که بشه بر حسب ایکس، بشه بر حسب در واقع ایکسی که میخواستیم، بنابراین اف بریم ایکس من خواهد شد تقریبا یک اچون دلتا اف آی اس من های یک دومه دلتا دو اف آی به اضافه سه اس دو شیش اس تقسیم بر شیش در دلتا سوم اف آی و به همین شکل تا این در واقع رابطه ایه که من دنبالش بودم. خب معمولا مشتقه اول و دوم خیلی اهمیت دارم، مشتق دوم هم باز دوباره ما از این یه مشتق دیگه میگیریم که حالا میشه با همون روش بریم جلو. به من میده یک به تچ دو چه دلتا دو اف آی به اضافه یه پس در اسم این هایی من به این شکل. خب اینو من هایلایت کنم و
دو تا فرمولی بود که من دنبالش بودم. حالا ببینید اینکه ما اس و چی بذاریم جوابا فرق میکنه تا یه حدی و ممکنه مشتقه تغییراتی داشته باشه. عرض کردم کلا مشتق خیلی حساس به این مسئله. حالا نگاه کنید، من اگه بخوام مشتق تو خود نقاط حساب کنم، یعنی تو خود نقاط x i حساب کنم، یعنی تو این نقاط، اونجا چیه؟ اونجا x با x i برابره دیگه، خود به خود اسمش چی؟ صفر. بنابراین برای محاسبه مشتق در نقاط x i خواهم داشت s مساوی به صفر. خب اگه این اتفاق بیفته اینجا، اگه من جای گذاری کنم به من میده، به من خواهد داد f پریم x i، یعنی مشتق تو نقطه برابر میشه با f پریم تو نقطه i، یک اچمه دلتا ایف آی من ها یک دومه دلتا دو ایف آی که اضافه یک سومه دلتا سی ایف آی من های تا آخر، همچنین مشتق دوم دو نقاط و به تابع این دو تا در واقع رابطه رو به ما میده. حالا برای تقریب معمولا ما یک یا یکی دو تا از این جمله ها رو انتخاب میکنیم و دیگه مشتق رو می نویسیم که معمولا میتونه حالا فرمای مختلفی داشته باشه. مثلا میگم اگه من بیام اینجا بیام یه جمله استفاده کنم، مشتق من تو نقطه برابر میشه با یک اچوم دلتا اف آی، همین که خود دلتا اف آی اگه بخوام بنویسم میشه اف آی به اضافه یک منهای اف آی. این همون چیزیه که من اول ساعت درس کردم خدمت، یعنی انگار که میخواد مشتق رو اینجا حساب کنه. خب دو نقطه میام میگه اف آی به اضافه یک منهای اف آی تقسیم بر یک بر اچ دیگه، یعنی این منهای این تقسیم بر اچ که میشه همون شیبی که دنبالش. میگم به این خاطر خیلی ممکنه خطا داشته باشه. حالا اگه دو تا جمله استفاده کنیم، یعنی تا اینجا بیایم، پس این شد الان برای یک جمله. حالا اگر دو جمله استفاده کنیم، الان شد یه جمله. اگه بخوام دو جمله استفاده کنیم، هم دو جمله استفاده کنیم، بعد یه ساده سازیش رو با توجه به روابطی که قبلا عرض کردم خدمتتون خودتون هم میتونید انجام بدید. چه دو تا اف آی من های یک دوم اف آی به اضافه دو من های سه دوم اف آی مجدد تقسیم بر اچ. اینجا نگاه کنی اومده از تعداد جملات بیشتری استفاده کرده، از دو جمله است، یعنی شما مشتق اینجا رو میخوای این نقطه رو میخوای، یا مثلا من نقاط باشه که داشته باشیم این داشته باشیم، از این و اینم استفاده کرد، یعنی اینجا یه چیزی بینیم میانگین این دوتا داره در واقع در نظر میگیره، هر کدوم یه سهمی تو دارن. دقت هم بکنی
هر چقدر که این تعداد جملات بیشتر بشه خب قاعدتا دقت ما میره بالاتر. حالا برای مشتق دومش هم میشه همین تقریب رو زد، برای مشتق دومش هم میشه همین تقریب رو زد که به یه فرم خیلی آشنایی میرسیم. پس مشتق دوم اف آی رو ما میتونیم بنویسیم که از همین دارم استفاده میکنم، اف آی به اضافه دو من های دو تا اف آی به اضافه یک اضافه اف آی تقسیم بر اچ دو. این هم میشه در واقع مشتق دوم که شما میتونید چیکار کنید استفاده کنید. حالا میگم حالا اگر بخوای نقاط میانی رو حساب کنی، مثلا این دوتا رو داری، خب میخوای مشتق رو توی نقطه حساب کنی، اس رو میاری چند قرار میدی؟ یک دوم قرار میدی. ما حالا اینجا اس رو صفر قرار دادیم برای خود نقاط به دست اومد، حالا اگر یک دوم قرار بدی میاد برای نقاط میانیش. که اگر این کارم انجام بدید این نقاط میانی، حالا خود نقطه و نقاط میانیش معمولا اهمیت داره دیگه، تقریبا همه رو پوشش میدار. نقاط دیگر هم خواستین که میتونیم با این با جایگذاری اس به دست بیاریم. و پس برای نقاط میانی ایکس آی ها اس قرار میدیم چقدر؟ یک دو. بنابراین خواهیم داشت اف بیریم ایکس آی به اضافه اچ دوم دیگه، درسته؟ برابر میشه با اف آی به اضافه یک دوم. اون جایگذاریه که تو فرمول قبلی دارم انجام میدم، یک اچ همه دلتا اف آی. نگران این روابط فرمول هم نباشین، معمولا ما اینا رو در درس امتحان معمولا میدیم. بیشتر اگر هدف ما تو این درس اینه که شما بتونید تو برنامه نویسی بکنید و از اینا بتونید استفاده کاربردی انجام بدید. خب این برای مشتق اولش. که حالا اگر یه جمله رو انتخاب کنن دوباره میرسن به همون قبلیه، یعنی اف فریم ایکس آی به اضافه اچ دوم میشه یک اچوم دلتا اف آی برابر با اف آی. تعبیر فیزیکیش اینه که میگه مثلا اگه شما این نقطه ای داری و یه نقطه اینجا داری، این آیه، این آیه به اضافه که مشتق شما میخوای اینجا بگیری، دوباره دقیقا همینو به این میگه اینو از این کم کن، یعنی این چیه؟ این دقیقا اف آی من های اف آی دیگه. این هم که همون فاصله این نقاط از همون که اچه دیگه. پس این اگر به این تقسیم کنیم میشه همین شیبی که ما دنبالش بودیم. و اگر حالا بخوای مشتق دوم اگر بخوای حساب کنی باهاش، این برای مشتق اول بود، برای مشتق دوم هم با همین روند اگر بریم جلو خواهد بود اضافه اف آی تقسیم بر اچ دو. خب اینا روابطی هستند که معمولا اهمیت دارن برای ما و حالا هر کدام از اینا رو ما میتونیم استفاده بکنیم. مخصوصا این رابطه رابطه مهمیه و این رابطه و همچنین رابطه که من اینجا نوشتم، مخصوصا
این رابطه برای مشتق اول، این رابطه برای مشتق دوم. این رابطه هم که اهمیت زیادی برای ما دارن، حالا تو بعدها هم ازشون استفاده خواهیم کرد. خب یه مثالی با هم حل بکنیم تا بتونیم بحث رو پیش ببریم. مثال مقدار فیلم آی رو به ازای آی از صفر تا سه برای تابه چطلی زیر مثلا با چه فرمولی با این فرمول؟ معادل تابرم که داده سای افعال ایکس داده یک تا هم دوزه سدم مقادیر افعال اولین کاری که میکنیم میایم دلتا اف آی ها رو حساب میکنیم. دلتا اف آی میشه چی؟ میشه این منهای این دیگه. خب بنا از این کم کنیم میشه 0 0 5 6 6 6 این از این کم کنیم این از این کم کنیم نه از این کم کنیم خب حالا برای دومیش اینا رو از هم کم میکنیم این فرمولی که اینجا هست ببین اختلاف اینا بود دیگه این دقیقا من این هست کافیه که به چی تقسیم کنم به اش تقسیمش کنم اگه من به اش تقسیمش بکنم البته اجازه بدین صورت سوالی کوچولو من تغییر بدم مقدار حالا باید بریم جلو بعد رو درستش کنم حالا میخوام مشتق در واقع حساب کنم کافیه که دیگه این اختلاف ها درسته یعنی این تقسیم بر h بشه h همون چنده؟ h همون 500 میلی برسه پس h ما مثلا x1 منها x0 500 منها یک تا هم برابر هم حالا کافی که اینا به چی تقسیم بشه
اگه این کار رو انجام بدیم، یعنی این تقسیم برای h، این تقسیم برای h، این همه رو اگه ما به h تقسیم بکنیم، اگر این تقسیم برای h، تقسیم برای h، تقسیم برای h، تقسیم برای h، اگه ما این رو تقسیم برای h بکنیم، مقادیری که به من میده یک. حالا شاید بهتر بود که من رو اینجا می نوشتم، نه اینجا می نوشتم 13 32، از این چهار رو 25 26، یک 31 66. خب اینا در واقع شد مشتق تو اون نقاطی که من میخواستم برای هر نقطه، این نقطه اوله، نقطه دوم، نقطه سوم، نقطه چهار. اینا نوشتیم که الان برای تحلیل بعدیمون اگه خواستیم ازش استفاده بکنیم. خب یه استفاده از این روش برای حساب کردن مشتق بود، یک مثال خیلی خوبی بود که مطلب جا بیفت. بعدی از ما خواستی که مشتق دوم رو تو نقطه اول و همچنین تو نقطه دوم حساب بکنیم. کدوم فرمول؟ به همون فرمول خیلی مشتق رو حساب بکنیم، از همین فرمولی که اینجا داشتیم هم استفاده کنیم، این دوتاش هم یکی شد دیگه، از همین فرمول میخوایم استفاده تو برای تو خود نقاطه میخوایم از این فرمول استفاده کنیم. آیا به اضافه دو من های دو آیا من به اضافه آقای تقسیم برای دو. خب من می نویسم که مشتق دوم تو نقطه صفر میشه یک اچ دو دلتا دو اف صفر. خب دلتا دو اف صفر رو ما اینجا پیدا کردیم، درسته؟ تقسیمش میکنیم به اچ دو، یعنی چند؟ فرمون چقدر تو اگه این کار رو انجام بدیم به من میده یک ممیز 164. برای مشتق دوم تو نقطه یک اینجا، برای نقطه صفر و نقطه اول، برای نقطه دوم، برای نقطه دوم هم دوباره همونو ما قرار میده، منتها این دفعه این تقسیم برای صورت چک کنم. بله پس به این طریق تونستیم مشتق اول و مشتق دوم توی نقاطی که میخواستیم حساب بکنیم. بچه روش دیگه که استفاده میشه برای مشتق گیری که البته تقریبا همین جواب را به ما میده، میاد استفاده میکنه از بس تیلور. البته ما اینجا میتونیم شکلهای مختلفی بریم، من یک پیج اضافه کنم. اون روش اول بر حسب تفاضلات بود، حتی اشاره کردیم یا نه؟ آها اینجا باید میگفتیم که این روش تفاضلات.
روش اول، روش تفاضلات و نیات. خب حالا برای بعدی روش دوم، بست تیلور. برای بست تیلور ما میدونیم که ما یه اف رو که داریم، اف ایکس آی به اضافه یک رو من میتونم بنویسم اف ایکس آی به اضافه اچ، و اینا از بست تیلور داشته باشم. اف ایکس به اضافه اچ اف ایکس آی دو فاکتوریل مشتق دومش به اضافه ایکس فاکتوریل مشتق سومش تا آخر. حالا اگه بیایم اینو مثلا بیایم اینجوری بنویسیم، بنویسیم ایکس ال آی منهای یک رو با این روش بخوام برم جلو میشه چی؟ میشه اف ایکس آی منهای اچ، دوباره همون، فقط اینجا اچ ها میشن منهای اچ. حالا اون جایی که به توان زوج میرسن تفاوتی نمیکنه، اون جایی که در واقع فرد هستن علامت چی میشه؟ عوض میشه. خب حالا اگر من این دوتا رو از هم کم کنیم، این دوتا رو رابطه رو از هم کم کنیم، اینا رو هم کم میکنیم، اینا از هم حذف میشن، این میشه دوبار، درسته؟ دوباره کم میشه. و اون ترمای فقط اف ایکس آی رو در نظر بگیریم، با یه تقریبی من میتونم بنویسم برابر با اف ایکس آی به اضافه یک منفی اف ایکس آی تقسیم بر اچ برابر با میشه همون بچه اون رابطه بود که ما قبل حساب کردیم. به این بچه ها میگن پیش رو، به این میگن پیش رو. پس من به این میگن پیش رو، یه دونه دیگه داریم پس روه، دیگه اثباتشو نمی نویسم، اون میاد از نقاط قبلی استفاده میکنه، میگه اف ایکس آی من های اف ایکس آی من های یک تقسیم داره اچ، میشه اف آی من های اف آی من های یک تقسیم داره اچ. یکی دیگه داریم بهش میگن مرکزی، که که ما از کدام یک از این استفاده کنیم یه مقداری بستگی به شرایط مسئله داره. پس این میشه مشتقگیری پیش رو، این میشه پس رو، این میشه مرکزی. دلیلش هم که دیگه مشخصه دیگه. ببینید من فرض کنیم که من سه تا نقطه اینجوری داشتم، و اینو من اینجا داشتم، این آی نقطه آیام، این آی به اضافه یک، این آی من های یک. تو حالت پیش رو این حالته، یعنی این من اینو با این میگیرم. خب این میشه اولی که بگیرم، من اینجا پس این الان روش اوله. روش دوم میاد اینو با این میگیره، یعنی این شیبو حساب میکنه، گرفتیم؟ روش سوم
چرخش سوم میاد اینو با این میگیره، یعنی اصلا با این نقطه کار نداره، با نقطه ابتدا و انتهاش کار داره. دقت هم بکنی از همین شکلش هم ممکنه که اختلافات زیادی با هم داشته باشن. عرض کردم تو این روش های مشتقگیری ما همیشه اختلاف داریم، برخلاف روش انتگرال گیری، چون تو روش مشتق همه از هم کم میشن، ولی تو انتگرال گیری پارامیترا با هم جمع میشن، به این خاطر خطا وقتی از هم کم میشن قاعدتا بیشتر میشه. خب این برای مشتق اول بود. برای مشتق دوم هم ما همینا رو داریم. میگم روابطش همونه که ما قبلا به دست آوردیم، باز همین روش به دست آوردیم. ما فقط یکیشو اینجا اثباتشو برای شما نوشتم دیگه، بقیهش به همین شکل به دست میاد. خب مشتق دوم اگه بخوای حساب کنیم برای ایکس آی، این میشه مشتق دومش. مشتق سومش بازم تاکید میکنم نگران این روابط به هیچ عنوان نباش. مهم اینه که از این روابط بتونید کدایی که نیاز داریم رو بنویسیم. روان دقت لازم یا اون کاری که قرار انجام بدیم علاقه کنیم و بتونیم انجام میشه. خب این هم میشه برای مشتق سوم میتونیم ما استفاده یه مثال با هم حل بکنیم. مثال مشتق مقادیره، مقادیره مشتق اول تو نقطه اول، مشتق اول تو نقطه دوم و مشتق دوم من نقطه دوم. دست بیاره صفر و یک و دو و سه، صفر سیصد و هفت و پنج و نیم، صفر نهصد و هفتاد و یک، پانزده یازده. خب والا یا پیش رو میدیم این یکیو، این میشه اف، این میشه اف یک منهای اف صفر تقسیم داره اچ، اف یک چنده؟ 375 منهای صفر تقسیم داره اچ، همون هم که یک 375. بچه دقت کنیم ما اینو پس رو نمیتونیم بریم، مرکزی هم نمیتونیم بریم. حالا چرا این روش ها هست؟ مثلا انتها رو که میخوای حساب کنی دوباره فقط میتونی پس رو حساب کنی، یعنی مشتق این نقطه رو بخوای حساب کنی با این دیتا ها، فقط برای مرکزی هم فقط این دوتا رو حساب میکن. به این خاطره که در واقع این روش های مختلف، یعنی کاربرداش بیشتر اونجاست. پس حالا برای مشتق دوم، برای مشتق نقطه در واقع دو که میشه اینجا، چون صفر یک دو این، این میتونی مرکزی بری، پیش رو میتونی بری، پس رو هم میتونی بری، که این اومده از روش حالا از روش پیش رو اول حل کنیم. اینو چه اف سه من های اف دو تقسیم بر اچ. خب اف سه مون، اف سه مون
یک 15 یازده منهای 971 تقسیم بر یک. اگر حالا همینو پس رو برم میشه چی میشه اف دو منهای اف یک تقسیم بر اچ میشه 971 منهای 375 تقسیم بر یک. حالا بیام از روش مرکزی حساب کنم دورو میشه این منهای این تقسیم بر دو اچ یعنی یک منهای 511 منهای 375 تقسیم بر دو. البته ببخشید اجازه بدم فرمولش کنم بنویسم. از واقع میشه اف سه منهای اف یک کلش تقسیم بر دو اچ. بچه این ستا رو یه لحظه با هم مقایسه بکنیم. ببین این پیش روه این پس روه اینم مرکزیه. اختلافش البته خیلی زیاد نیست، خیلی هم این اختلاف خیلی مسئله به این اچا داره، هرچی این اچا بیشتر باشه این اختلاف قطعا بیشتر میشه، دقت کار ما میاد پایین تر. خب از سه روش برای این حساب کردیم، چی دیگه خواسته بودیم؟ حالا این واسه روش دیگه یکی مشتق دوم دو. خب اف گریم دو برابر میشه با اف یک من دو تا اف دو بزر اف سه تقسیم بر اچ دو برابر میشه با 375 منهای دو تا یک دو هم که میشه یک. مشتق دوم حساب کنیم این روش هایی بود که ما در واقع تونستیم مشتق رو تعریف بکنیم. حالا تو خود مطلب اینا عملا خودش هست، حالا شما به عنوان تمرین که داریم برای این جلسه نوشتن مشتقگیری یه روش های نیوتون و تیلر و مقایسه آنها. بچه چهار تا سه یعنی نیوتون داری سه تا هم تیلر. برنامه رو باید جوری بنویسی که یه سری نقاط که بهش میدی اینا رو بیاد حساب کنه و هم رسم کنه، هم خود تابر رو رسم کنه، هم اونا رو کنار هم رسم کنه و با هم مقایسه بکنه. برای این جلسه خسته نباشید.